عجب پک اوپنینگی داره میشه، یکی از بهترین پک اوپنینگام قشنگ. آقا امروز با هم دیگه دوباره اومدیم سراغ پک اوپنینگ، یعنی من هر دفعه گفتم نمیذارم دوباره گذاشتم و نمیدونم داستان چیه، واقعا نمیدونم داستان چیه، ولی دیدم یه سری کارت خیلی خفن اومده تو پکا، یعنی شیپ شیفترا اینا دوباره برگشته تو پکا به عنوان اون چیزایی که با فوتیز برمیگرده. حالا اینا رو که به ما نمیخواد بده، ولی بازم چند تا 85 10 تایی رو نمیدونم اینا داریم و در آخر دوباره آیکون هم داریم. یعنی من میخواستم فقط آیکونه رو بذارم، پکا رو نذارم خداییش، چون گفته بودم دیگه نمیخوام بذارم، ولی دیدم حیفه، من که میخوام پکا رو باز کنم که با فودراش آیکون رو ببندم، پس بذار هم پکا رو بذارم هم آیکون رو و هم پلیر پیک مثبت 93 شیپ شیفتر رو این ماجراها دیگه. پیشنهاد کنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابم که یادتون نره و برو بریم ببینیم چه خبره. آقا قبل اینکه بریم سراغ پکا، من این ابجکتیو های جدیدی که اومده رو نشون بدم. نگاه کیزا دادن، اصلا با آدم صحبت میکنه. جون اسکیل 5 ویک 4 این استات. بعد از این طرف که ابجکتیو فوتیز کاپ دادن که تهش بهتون یه لاکازت اسکیل 5 با این استات میده و در حینش هم بهتون یه دونه بروما میده که پیس و دریبلینگ همه چیزش 99، ایسکوی 5-5 با دریبل 99 میده، تازه تاجدارم است و تهش هم یه دونه دفاع وسط میده، فیزیکال ناموس. حالا این کارتایی که نشون دادم یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه واقعا ایه شل کرده، چون یه ماه دیگه رسما FC24 اش میاد و دیگه الان شل نکنه کی شل کنه رو من نمیدونم. پس با این تفاسیر میریم پکامونو باز کنیم ببینیم اونجا هم شل کرده یا نه. خب آقا من دقیقاً نمیدونم چیا تو پکا هستن، ولی پکامونو باز میکنیم. البته چند تا از اینا مثبت 80 و اینا داریم که حالا اینا رو هم باید چیز کنیم، باز میکنیم، حالا اوکیه، یعنی خوب نبود اسکیپش میکنیم، ولی میخوام با یه دونه پک مثبت 85 ستایی شروع بکنم. نمیدونم الان دقیقاً چیا تو پکا هستن که مثل اینکه تیم آفت سیزن ها هستن که اسپانیا سی بی، بله، یعنی اینو من تو خود لالیگا 400 هزار بار زدم، الان هم که برگشتن دوباره دارم اینو میزنم، خیلی هم عالی، واقعا خیلی هم عالی. و غیر از اون دقیقاً دو تا 85 هم داریم، یعنی اصلا مثل اینکه به هیچ عنوان نمیخواد شل کنه. نه نمیدونم، حالا از تیمم هم باید بهتون نشون بدم، تیمم خیلی باحال شده، خیلی باحال شده، اصلا یه چیز پشمریزونی شده، چون من وقتی ویدیو نمیذارم واقعا پکلاکم خوبه ها، شما ویدیوها رو نگاه نکنید، تو ویدیو هیچی نمیزنم، اون شورت ویدیوها رو دیدین که چند وقت پیش ویدیو نمیزدم الاویران بهم دادش و همونجوری بنزمای توتی هم زدم. حالا تیممو بهتون نشون میدم، یه دونه این 10 تایی بزنیم، اصلا اعصاب ندارم، یه 10 تایی بزنیم بره. تیم اف سیزن برزیل گفتم وینیسیوس زدم، یعنی من گفتم وینیسیوس رو زدن هشما بکن، برزیل رو داد، لفینگر رو داد، داد مارتینلی، آیا این درسته واقعا؟ ولی پشمام یه دونم فوتیز زدم حاجی، من تیم فوتیزه رو واقعا ندیدم، واقعا نمیدونم الان کیا تو پکا هستم. بذار اول یه فوتبین رو نگاه کنم ببینم کیا تو پکا. البته بذار سپرایز چیم، جدی بذار سپرایز چیم، من الان این مرتنزه رو ندیده بودم و واقعا نمیدونم، فقط میدونم جینولا هست و دیگه نمیدونم کیا هستن. خب به خاطر همین بذار سورپرایز شیم، هر چی داد داد. الان مثلا مرتنزه خیلی کارت جالبیه و 5-5 هم هستش، باهاش بازی میکنم. یه توموری هم زدیم داپلیکیده، بریم آبش کنیم. ولی باحال پکا الان جالب شده، تازه چون ریت بالای 90 توش زیاده. خب آقا با اون توموریه که داپلیکیت بود یه اسکواد دیگه آیکونم بستم و اصلا این پکای شروور رو شاید تو این ویدیو باز نکنیم، چون از این 85 10 تایی علاوه بر این که الان کلی داریم و میزنیم، 5 تا دیگه هم تو اس پی سی ها هستش که همین امشب اونا رو هم میزنیم و آیکون و اینا رو هم کلا رولت نداریم، یعنی اصلا امشب بدون رولت فقط پک و پیکا رو پشت هم میزنیم چون تعدادش خیلی زیاده. و دوباره یه دونه از همین 85 10 تایی بزنیم، حتی به غلط دوباره تیم آفت سیزن اول پکه، کلا فکر کنم اول پکا تیم آفت سیزنه دیگه، که فوفانا اینا خوبه، فودرای خوبی هم. و ببینیم پشتش دوباره صورتی انداخته سورپرایزمون کنه و پشمامون بریزه که نه، ولی پشمام هم زاها داد هم بکر 94 و 93 و بقیه ریتینگ هم همه بالاه، خیلی خوبه هایی، الان جاییه که واقعا میشه اسپیسی ریت بالا مثل رونالدینیو زیدان 99 و اینجور چیزها رو بست، چون ریت کارتایی که پک میکنیم خیلی خوب شده دیگه. شاید من خودم رونالدینیو رو ببندم، شاید هم زیدان رو، نمیدونم.
خب بکر و زها اینا رو رد کردم، رفت دوباره مثبت 85 10 تایی بستم که دستم قاطی کرد. یه تق وایسین اینو میخوایم باز کنیم، اگه قاطی نکنه مرسی. دوباره تیم آف دی سیزن، کلا میتونم بگم که قشما تیم آف دی سیزن بده، آرژانتین بده، قشنگ ابراهامو یهو میره بالا. ولی خب مدینا 94 دبلیو واقعا ریتینگی 10 از 10. ببینیم پشتش چیه. آیکون شیپ شیفتر زدم، ببین چقدر رندوم. و رندوم تر از این اینه که من هیرو تو کلابم دارم ولی ورژن دفاع راستشو دارم، الان دفاع چپشو داد، دمش هم گرم. همین که دابلیکیت نشد به نظرم خیلی خوبه. خب آقا برای اینکه اون کاستیچو رد کنیم بره یه دونه 85 دابلیکیت، یه آیکون بستم. بریم آیکونا رو، البته دو تا اسکوادشو با فودرای قبلی بسته بودم، الان اسکواد آخرش مونده بود که کاستیچو دادیم رفت. و همونجوری که گفتم مثلا رولت هم نداریم. البته میخوام از این طرفشون ببینم، این طرف که فقط پستشون و ورژنشون معلوم میشه، ببینیم میتونیم حدس بزنیم که همشون آیکونه. تنها چیزی که ما میدونیم الان اینه که همشون آیکونه، چون ورژنشون معلوم نمیشه. ولی اگه دقت کنید، نمیدونم من تبر زدم یا واقعا همین جوریه، این و این یه کوچولو به صورتی طور میزنن، اینو این به سبز میزنن، یعنی حس میکنم اینو این شیپ شیفترن، اون دوتایی دیگه چیز نمیدونم، واقعا نمیدونم. و اگه حدس ما درست باشه و این الان شیپ شیفتر باشه، به نظر من چیزه دفاع راست آیکون شیپ شیفتر بالاکه. آره حدسم درست بود، بالاکه که کارت نات بدیه، سی افه و میتونه سی ایم و استی بازی بکنه. حالا چرت و پرت دیگه که برکمپ خوبه، البته این برکمپش ها، این برکمپ اسکیل 5 داره، کارت بدی نیستش. یه سی بی هم زدیم که اینم احتمالا شروور دیگه نستا. این یه کوچولو من حس کردم صورتیه کارته ولی توتیه، خب کنسله ولی بد ندادا. ریکل مید آپتیکیت بالا که 93، برکمپ 94 و نستای 94 که تو این بازیکنای اینجا هیچ کدوم به دردم نمیخوره، ولی برکمپ رو برمیدارم، به نظر میاد کارت مانی باشه. نستا که به هیچ عنوان به دردم نمیخوره، برکمپ هم به دردم نمیخوره واقعا، ولی نات. از پکامون هم فقط اونایی که گارانتی ریتر رو میزنیم، اینایی که شروره رو نمیزنیم. الان میریم واسه یه 85 ستایی اول بزنیم، بعد 10 تایی رو بزنیم. خدایش دابلیکیت نده، خدایش دابلیکیت نده. کانادا دیویس، اوه دیوید هم خوبه، یعنی دیویس نده دیوید میده حداقل. اینو من اون موقعی که تو پکو بود خیلی دوست داشتم پک کنم و نداد، الانی داد که به دردم نمیخوره واقعا به دردم نمیخوره، ولی هستمش. کارت خوبیه. بابا دو تا آیکون داد و مثل اینکه آیکونای تروفی تایتان هم تو پکا هستش. اون قبلیه که زدیم هیرو شیپ شیفتر بود، میدونستم چون خود پرومو شیپ شیفتر تو پکاست آیکوناش هم هست، ولی اینجا میفهمیم که مثل اینکه الان نازاریو 97 هم تو پکا هست. اگه آیکونای تروفی تایتان همشون تو پکا باشن، زیدان و نازاریو هم جزء بشه دیگه. حاجی پشمام، فنباستن و فیلیپ لام دبلیو. خب آقا فنباستن چون ریتینگش بالا بود، یکی از اسکوادای روبرتو کارلوس چیزو بستم، این روبرتو کارلوس 97 که مال چی بود اسمش، کاور استار آیکونه چیه، کارت باحالیه چون 5/5 دوست دارم داشته باشمش، به نظر کارت باحالیه. دادیم رفت فنباستن رو و سه تا مثبت 85 10 تایی داریم که به علاوه اون 4-5 تایی که داریم یه 7-8 تا هنوز داریم، نمیدونم چجوری حساب کردم شد 8 تا، ولی اوکی. بعدیو میزنیم دوباره تیم آف دی سیزنه، اوکراین ال بی و فکر کنم داپلیکیده زینچنکو، فکر کنم داپلیکیت باشه، نمیدونم. زینچنکو زدیم، تهش چیز خوب داره. ماسکرانو زدم، پشمام ماسکرانوی ورژن بارسلونا هم هست لالیگاه، وای چه کارت خفنیه این آجی. من واقعا همونجوری که بهتون گفتم چک نکردم کیا تو پکان، بعد اینکه مرتنز رو زدم گفتم بریم چک بکنیم، ولی نه، گفتم که نباشه همینجوری سورپرایز شیم. و ماسکرانو 95 مثل این که اومده، بالانس 99، ریاکشن 99، بال کنترل 99، یا اول فصل
یعنی وای و ماسکرانو رو من چقدر دوست دارم حاجی. عجب پک اوپنینگی داره میشه. عجب پک اوپنینگی داره میشه. یکی از بهترین پک اوپنینگام قشنگ. خب میریم سراغ ادامه پک اوپنینگ که من یه فاصله طولانی بینش انداختم، رفتم کلی پک و اینا بستم دیگه، فکر کنم نهایی شدش دیگه. ببین الان 1, 2, 3, 4, 5 تا پک مثبت 85 10 تایی داریم، یه دونه 3 تا 84 و یه دونم 10 تا 84 تهشه، اینا هم که این وسط شروع بره. البته همین شروورای مثبت 83 تایی من تو همین فاصله که رفتم اس پی سی ببندم و اینا چند تا باز کردم، یه دونه لوران بلان 93 دادش، ولی به هر حال به دردمون نمیخوره. برو بریم با یه دونه مثبت 85 شروع کنیم دیگه، خدا کنه داپلیکیت اینا کم بده دیگه، چیزی نیست بخوام برم ببندم انصافا. گرافت سیزن انگلیس سی بی، وای خدا داپلیکیت. همین امشب پک کردم، اگه ننداخته باشمش داپلیکیت دیگه. اوکی انداخته بودمش ولی هیرو داد، یعنی اون داپلیکیت نشد ولی هیرو داپلیکیت شد، یه جیرو هم تهش همجوری اشانتیون بهمون داده. خب برای اینکه هیرو سوخت نشه یه دونه مثبت 85 10 تایی دیگه هم بستم، یعنی الان 5 تا داشتیم یه دونه باز کردیم دوباره 5 تا داریم. خب ولی دیگه واقعا نیست، یعنی الان داپلیکیت بده اینا دیگه چیزای دیگه میتونم ببندم، ولی دیگه مثبت 85 10 تایی امروز نمیتونم ببندم دیگه. حالا امیدواریم که داپلیکیتشو کمتر کنه. برو بریم بعدی که تیم آفت سیزنه دوباره، برزیل سی دی ام، کاظم هم دبلیو به خاطر ریتینگش دبلیو، خداییش ریتینگای 93-94 اینا خیلی خوبه. که بابا ولم کن، سه تا داپلیکیت 94-89-92 ریتینگ هم بالا، سادم دلش نمیاد کویکسل بکنه. میریم واسه پک بعدی، به امید اینکه داپلیکیت نده یه دونه از این پک های کوچولو موچولو میزنیم. کلا سه تا بازیکن بالای 84 توشه که اصلا سه تا گلد بده، فقط داپلیکیت نده. مومنت آرژانتین او دیماریا، دیماریا دارم ولی فکر کنم ردشو دارم، آبیشو بعید میدونم داشته باشم که اگه اونجوری باشه دبلیو لود نمیکنه. حالا و یه دونه داپلیکیت 85 داد که دیگه واقعا واسه یه 85 نمیرم اسکواد ببندم. اینجا بازی که دیگه انقدر فودرای ریت بالا زیاد شده واسه 85 دیگه نباید رفت اسکواد بست. بریم واسه پک بعدیمون و میخوام این یه دونه مثبت 84 10 تایی هم بزنم که دیگه همه مدل پکامون تموم شه، فقط 85 بمونه که دوباره تیم آف دی سیزن ترکیه خوب نمیتونه باشه. 89 این سر پکینه، ته پک شروره دیگه، خدا کنه داپلیکیتش فقط کم باشه. فکر کنم همین این داپلیکیت بود، دقیقاً خود این 89 داپلیکیت بود ولی دیگه داپلیکیت نداره. خب بریم واسه مثبت 85 بعدی که الان چند وقت بعد اون ماسکرانو و اون چیزایی که اول ویدیو زدیم دیگه بهمون از این کارتای فوتیز صورتی نداده. من پوزیشن نشستنم عوض کنم آجی، پوزیشن نشستن عوض بشه پکلاک میره بالا. اشتباه زدم ولی تیم آف دی سیزن داد، این تریدبله، ایقالو زدیم ولی تریدبله. حالا 10 کی 20 کی اینا حالا مهم نیستش، یه دونه این پکای شروری بود که تریدبل و واسه اس پی سی آی بود که بستیم. نات بد مثل اینکه پوزیشنه داره کار میکنه، پوزیشن درست مهمترین چیزه. واسه یه مثبت 85 واقعا دیگه این دفعه دقت میکنیم و میزنیم، اصلا دست سر گذاشتم رو می تیم آف سیزن آرژانتین. بابا یه بار پرچم آرژانتین بزن ولی سی بی نباشه، به خدا لاوتارو مارتینز بده ولی اینو نده، دیبالا بده ولی اینو نده. اصلا چرا؟ من مسی نمیخوام، من مسی نمیخوام ولی اینم نه، داپلیکیدم هستش. الان من چیکار؟ دوباره این یارو ترکیه رو داد، یعنی آرنولد ترکیه مدینا و الاخر. خب آقا اینو بستم، بعد دوباره به همون روشی میزنیم که آیکونمون رو زدیم، چون اصلا حوصله رولت و این ماجراها نداریم. پوزیشن نشستن هم که اصلا عوض نمیکنیم و میایم روی این قسمت که فقط پست بازیکن مشخصه و رنگ بازیکن. برو بریم ببینیم صورتی ها شنتاستا جونم، که بابا همش داپلیکیت دیگه بیاد خودش واسم انتخاب کنه، من مثل اینکه بر ندارم منطقی تره. این رایت وینگر فوتیز که مثل اینکه الو ویران زدم، اینجا مگه هیرو میتونست بده؟ تو پلیر پیک قبلی هایی که زدیم مثلا هیرو نمیداد. What the
الاوویران داپلیکیت زدم، الان من سفید حساب میشم یا سیاه؟ یعنی چی؟ این اوچوهاه؟ اینم هیروه؟ پارکیسونگ هم راستی من زدم، یادم رفت بگم بهتون، آفستریم زده بودم. این چیه؟ کلاوس 96 هم دبلیو، حاجی چه پلیر پیکیه؟ اشمام پارکیسونگ داپلیکیت، الاوویران داپلیکیت درد داره، با اینکه دارمش ولی دلم میخواد برش دارم باز، میدونی؟ ولی خب کلاوسش خیلی خوبه، قشنگ میدونم دیویسکی هم هست حاجی، دبلیو خداییش دبلیو 250 که بازیکن، عجب چیزی زدیم حاجی. الاوویران رو اگه نداشتم و الان واسه اولین بار زده بودم الان داد بیداد بوده، وای یعنی وای. بذار من تیمو یه دقیقه نشونتون بدم، هی داریم داپلیکیت میزنیم، یه دقیقه تیمو ببینین. الاوویران استیمونه، بعد اینجا این کارت ابجکتیو میخیتاریانو دارم که احتمالاً این هفته رو میخیتاریان بازی ندم، مرتنزی که جدید زدمو بدم بازی بدم یعنی، و این چیزارم که تو ویدیو قبلی زده بودیم سیدورف خیلی خوبه ولی احتمالاً ماسکرانو رو به جاش بازی بدم، بعد روبرتو کارلوس هم قرضیشو گذاشتم چون دارم میبندمش، همین الانم هم با یه سری از فودرهایی که امشب زدم چند تا از اسکواداشو رفتم دارم میبندمش، و گراخنبرگ هم که زده بودم هفته پیش 35 بازی باش کردم خدایش دبلیو، اینم تازه زدم باش بازی نکردم. پارکیسونگ هم که دیدین تعویضی مونه، و کریم بنزما هم تازه زدم 0 بازی، تا قبل بنزما هم اینجا رونالدو نازاریو بود استیمون که حالا دیگه نازاریو رو بعد از 1664 بازی و 1406 تا گل گذاشتیمش بیرون، فعلا تعویضی میاریمش تو دوباره. ولی خب این تیممون بودش، بریم ادامه پکا، ادامه پکا رو میزنیم، ولی واقعا دیگه داپلیکیت بده چیزی واسه اینکه ببندیم نداریم. چند تا مونده؟ که کلا هم 3 تا مونده، 3 تا مثبت 85 مونده، اون یکی هم که دیگه هیچی. پس این 3 تا رو میزنیم و ویدیو رو تموم میکنیم آقا، به امید اینکه کمترین داپلیکیت ممکنو بده، چون پک و پیک و اینا دیگه نیست. مصر یا اول پس، یا اول پس، یا اول پس، اینجای بازی هم دبلیو، اینجای بازی هم محمد صلاح دبلیو. گوشیم چرا زنگ زد؟ فکر کنم خود محمد صلاحه. یه دقیقه وایس، یه دقیقه اجازه بده. A few moments later. خب آقا نتیجه اخلاقی تا اینجا کار اینه که گوشیتون رو سایلنت کنیم موقعی که داریم ویدیو رکورد میکنید، ولی ببینیم پشتش کیه. آجی عجب پک بیناموسی بود، محمد صلاح، تالیسکا، حالا اینا هیچی، رودیگر 96 هم داره توش. هشمام چنده این رودیگره؟ زد کی شده؟ محمد چنده؟ محمد این هم صد خورده یا دیگه آخره بازی دیگه خدایش، ولی محمد صلاح دبلیو، واقعا دبلیو، ولی خب تو تیم من واقعا دیگه الان به درد نمیخوره، ولی تعویضی خوبی میتونه باشه. انقدر امشب فودر رو اینا زدیم، فکر کنم روبرتو کارلوس هم دیگه داره بسته میشه، دو تا دونه اسکواد ریت پایینش مونده. روبرتو کارلوس هم همچی علیکی علیکی بستیم با فودرهای امشب، بعد احتمال زیاد برم سراغ زیدانی چیزی، اون دیگه ریتینگ که فودرا همه 90 یا بالاتر بیشترش، احتمال زیاد یا زیدان یا رونالدینیو رو ببندیم، حالا اون آخره بازی 4 5 تا بازی هم باش بازی کنیم همجی فان. و دو تا هم مونده هنوز، دو تا مونده 250 60 70 80 90 100، یه جوری گفتم خودم نفهمیدم ولی اوکی اوکی. تیم اف سیزن برزیل سی بی بابا، حداقل مارکینیوس، اصلا یه حداقل مارکینیوس باشه، چون تو ذهنم این بود که برمره، یعنی بای دیفالت گفتم برمره، ولی خب مارکینیوس 95 هم دبلیو، با این که اصلا به دردم نمیخوره ولی خب اوکی. دبلیو پشتش چیه؟ یه شیپ شیفتر هیولا میخوام پشمام. واقعا نمیدونم چی بگم حاجی، پشمام، هم پریمیر لیگه و هم 5-5 و این استات جی جی فاکینگ اوکوتا، یعنی امشب شب شانسم بوده حاجی. شما فکر کنید الاوویران داپلیکیت زدم، اوکوتا، ماسکرانو، مرتنز، صلاح و یه گله بازیکن خفن، من دیگه نمیدونم چی بگم، تازه یه مایکل اوون اسکیل 5 هم توشه حاجی،
همجی اشانتیون یه مایکل اوون انداخته کیف کنیم. پشمام نیست. پک اوپنینگ خیلی داره میچسبه. دلم نمیخواد تموم بشه. ببین واقعا داره پشمام میریزه، ولی اسکوادای روبرتو کارلوس هم تموم شد. یه دونه اسکواد سیلور و برونز و این شروبراش مونده و تموم شدش. همه رو بستم که حالا اونا رو هم بعد ویدیو میشنم اوکیش میکنم. روبرتو کارلوس قرضی تیممونم واقعی میشه. به جای مخیتاریان هم اوکوچا میاد. به جای سیدورف هم تو اون ترکیبی که دیدین اون چیزه میاد، چی بود، ماسکرانو میادش و اصلا یه چیز پشمریزونی شدش. و اینم پک آخر، اینم پک آخر دیگه، اینا رو نمیزنیم تو این ویدیو، خیلی طولانی شدش. بریم پک آخر دیگه. من اصلا هیچ انتظاری ندارم، هیچ انتظار و توقعی ندارم. ای ثابت کرد برادریشو. وای اگه این هالند بود چی؟ اگه این هالند بود چی؟ یعنی نروژی مگه چند تا کلن تیم آفت سیزن داریم؟ یه دونه اینه، یه دونه هالنده، یه دونه هم اودگارده دیگه. پشمام، واقعا پشمام. و ببین خدایش بهترین چیز واسه حسن ختام ویدیوی امشبمون این بود، یه پکی که همش اسپیشیاله و گولد نداره و همش هم ریتینگ 90 یا بالاتره، و این واقعا خوشگل بود. این قاب واقعا خوشگل بود و به نظرم بهترین قاب واسه خدافزیه. و تموم کردن این ویدیو که دیگه هرچی بریم جلوتر باز ادامه داره ها، اگه بخوایم، یعنی بازم مثبت 84 10 تایی میتونیم نامحدود ببندیم، ولی دیگه تایم ویدیو خیلی زیاد شدهش و هی میخواد داپلیکیدا بیشتر شه بره رو مخمون. من اگه بخوایم دوباره پک اوپنینگ بذارم باید بشینم کلابو خالی کنم یه دور و دوباره از صفر پک اوپنینگ بذاریم، که به نظر من باحاله، چون الان اسپیشیالای تو پکا خفنن و پک لاک هم خفن شده. چیزایی که امشب زدیم رو هم دیگه بکنم 3-4 میلیون شد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. یعنی فقط همون داپلیکید اوویرانی که زدیم میدونم 1.800.000. و همین آقا، مرسی از اینکه تا آخرش نگاه کردین. اسمم دنی پینک من، تا ویدیو بعد فعلا.